مهندس مشیل جان. راستش نمیدونم از کجا باید شروع کنم، یعنی من تا یه ساعت دیگه پرواز دارم. متاسفانه کیف پول من و مدارک منو دزدیدن. راستش بخوای من یه کمی مستحصلم، یعنی خب اینو از اول بگو آقا. بیا این چی آقا؟ مگه من شما صدقه سری خواستم؟ نکنه فکر من گدا؟ آقای عزیز من فکر کنم که بهتره که برای شخصیت هم دیگه احترام بیشتری قائل بشیم. پول واسه خودتون باشه آقا. خب ببخشید آقا، من فکر کردم که شما چون بی خود فکر کردین آقای عزیز، بی خود فکر کردین. یعنی پول اینقدر ارزش داره که شخصیت هم دیگه رو ببرین زیر سوال؟ زشته به خدا. من به عنوان یک شهروند فریخته، به عنوان یک آدم اصل و نسبدار که تو این شهر بین بزرگ دچار یک سانحه ناجوانمردانه سرقت شدم، از شما به عنوان یک شهروند می‌خواستم کمک بگیرم. کمک بگیرم چی؟ یک کرایه آژانسی چیز تا فرودگاه برم، بعد همین پولو با آدرس شما پست کنم. وقت شما به خاطر 1000 تومن 2000 تومن به شخصه دادم توهین می‌کنی؟ زشت آقا، ارزش نداره. بفهمید. ببخشید من بیشتر از این بالاخره دیگه نمیتونم دیگه، شرمنده. اصلا نیست، حالا من سعی میکنم چه میدونم با اتوبوس یا تاکسی یه جوری خودم برسونم فرودگاه. آقا یه لحظه فقط آدرس رو من بده، حداقل من اینو برات بفرستم. نه آقا عزیز خواهش میکنم، تو رو خدا بفرمایید. نمیخواد. نه آقا زشت، من که گفتم من میگم نمیخواد. پس شما حسابتون رو بعد بفرمایید. بابا نمیخواد. من جو شرمنده تون میشم دوست عزیز، خواهش میکنم آقا عزیز. من خود آدم شرمنده میشه. خیلی نوکرتم. خدا رو شکرت. آه
وقت اگه میرم سر آدم تا آدم بیدار نکنم ول نمیکنم. بازم که دم این دشوی ترافیکی که بابا که این نوبت ما میشه چخه بچه جون چخه برو بازی کن سوری بابا جنوی بچه رو بگی دیگه آخه یه گونه جز فوتبال بازی کردنه چی کارش کنم؟ یه جمعه از این بچه میتونی بازی کنه شش ماه به این بچه قول دادی میبری استادیوم چی شد؟ بابا جون گفتم یه موقعی استادیوم میریم که بازی استقلال پرسپولیس باشه جمعیتی باشه دو برم نمینا کاسه میکنه چیزی گیرش میاد بده؟ نه بد نی ولی حداقل ببین این مسابقه چی بود کارت سواری ببرشون گناه دارن دیگه میبرمشون یا قهرمان میشن چطوری؟ سله علا سترگه چشم حسود بترکه سله علا سترگه چشم حسود بترکه بریم اتما اسلام رو ما دوست کن بگم به باش شفت لوچ برو بابا نادر برو ببینه بابا زری برو تو رو جنون نند خفه شدم بابا اینو خاموشش کن روز جمعه استراحت بده بگیم آقا سیامک خوب دارم استراحت بگم چشم نخوری نه بابا من خودم دنبال یه جفت چشمم که ما رو بپسنده چشم نمیخورم سه بیا بیرون بودو چوستو باز که تو داره سیگار میکشی که بابا بابا میذاری تو حال خودمون باشیم یا نه تو سهمی هفتت هم ندادی ببینم تو باید هر روز اینجا با یکی گیر بدی حرف اضافه نزم سیگار خاموش کن جا بچه ها دارم ورزش میکنم فوتبال بازی میکنم من روز میشم بگه باشه باشیستم داشتیا چیه بابا چیه خاموش کن اومدن سلام علیکم یارو حسن خان سه نفر وسط فرستاده فکر کنم مردای بعدی نباشم تو فکر نکنی خیلی بهتر آخه بیا این خونه جا داره که آدم اضافه میاری آره ما که میدونی چیکار باید بکنی یارو اسخره چیزی به پرویز خان نگه برو بابای اسخره بردم مال کاره برو آمادش کنم میامد سلام علیکم داشت لکنده را کجا بردی داشتی ها به موتور 12 میلیون این لکنتی تا خودتو جمع جور کن صاف بشه صاف بشه سلام علیکم همیسه تا؟ آره، سه، دوانده خلخ چیکار بلدی بکنی؟ من آقا، من آواز میخونم بده همه خونه حال کنی بینیم الان بخونی آقا آره بخون جلو همه بخون همه خودی هم بخون زبیده دم اومد و وقت رفتن حرفی نداری تو برای گفتن بس داشت بابا، بس خوبه آقا دوست من همه یه پیشنهاد دوست دارم یه بابایی هستش که الان دوتا سکته زد خب هنوز نمورده همینجوری رو هواس خانوادهش دنبال ارث میراث هم میخوام مایه رو چی سری رو هوا اپلی کنم تو یه کار کن یه روز برو در خونه شون یه ده هم واسه بخون سکته سوم بزن و تمام کنه بره همه رو نمونه کنه شون بزن زیاد باشا 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 شما چیکار بلدی بکنی؟ والا چطور ما رو نمیشناسی؟ ما تو کار بدن بدن و راستش کارهایی میتونم بکنم که این بچه هایی که دور و برتون هست هیچ کدامشان یاد ندارن یه تری بیا ببینی ای ماما اینم که عدم میمون رو در میاره عدم آدم یا من بول هست 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 اش بشونه من یا ما از فردا باید بریم سیرک بزنیم تو یک کار کن فردا یا سبیر ناصر خسرو ببینم چیکار میتونه حاصل کنه اسم اینو بنویس من دیدش قبول شدم فر برو زندگی بنویسش برو آشو برو اونجا واتساپ یا اسم تو بنویسم برو هیچ میونه نفر بعد نفر بعد تو چیکار بری هرچی عشقه یه تریبینی همینجا بیا بده داشت آره بچه هم خودی هم بیا جیب بری، کفزنی، آدم دزدی، غیره زک ببین داشت من آدرس اشتباه اومدی همه بچه که اینجا میبینی همه شون دارن حلال باری کار میکنن آدرس بده اشتباه دادم برو زندگی دیست باشو بلنشو یه هم داشتی ها اکه
خدا نصیب گرگ بیابونم نکنه. یارو پول مردم رو برمیداره میذاره جیب خودش، میگه مال خودمه. عجب آدم هایی ها، روزگاری شدم. بار آخر دوشه وقت من علکی میگیره بیور از خرم میگی بار آخرش باشه. از یه حل هولا میفرست اینجا آشان. یه بار دیگه این کار بکنی حال جفتتونه چی؟ جان میگیره نبشه برای باکس بزن باشه چون باکس چون برای بله جانم گروه الهی فداد چه ما میام خدمت میرسیم. بله بله گوچی کیه چون خبردار استدی؟ پرویز خانه پرویز خان باشه. حالا چرا اینجور دست پاتو کن که اینا رو تو کن تو کاشم باشه. سلام علیکم پرویز خان، خیلی نوکرم. صحبت بخیر قربونت برم الهی جونم جان. حالا چرا اینقدر عصبانی داد میزنی؟ چیه؟ باشه بابا باشه، خیالت راحت باشه. من همه حساب کتابا رو کردم، همه چی آزار آماده است. خیلی خب، شما دفتر دستک حاضر کن، ما میام خدمتتون. یه ساعت دیگه اونجا. باشه، سر جوش نخور، خدافظ. خدا. اچه جون. چونه؟ بپر موتور رو آتیش کن، میره خونه پرویز خان. آها، آتیش رو چون کنم. آها، 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 نمیدونم آقا، نمیدونم. چه؟ باز روشن نمیشه. باشه بینیم. بیا حالش بدیم بچه ها. همگی بیایید حالش بدیم. مطمئنی روشن نمیشه؟ آره. بچه ها بیایید حالش بدیم. چی میشینه؟ این نمیدونی بچه چی میگه؟ میگه حالش بده. باشه هم همون. شیم برای. چوچو ها مواظب باشید. کمی قول بده دیگه بابا. بلش کن بابا دیگه، علکی قول نده، فکر نمی کنم روشنش. بلش کن بلش کن، فکر کنم یه ایرادی کرده. بلش کن. آخ نه مرده آدم. نادر زنده ای؟ باشو دست بده من. باشو باشو بینم باشو نفله جونم. این موتور روز سرجاش، این کیفولم به خود بیا. چشم اخسی ها یه تو بچه سی ها جونم. راستی این یارو پرویز خان خب تو تنها تو این خونه دلش نمیگیره. بس چی دلش میگیره؟ واسه چی دلش میگیره؟ وقتی آدم پول داشته باشه واسه چی دلش میگیره؟ خونه ما خوبه؟ از در و دیوارش آدم ها این ها چکو جنوبر بالا پایین میره. اینجا آرامش داره داشت من، آرامش داره. در زم پرویز خان غیر از مرگ هیچی دیگه تهدیدش نمی کنه. همین. سلام 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 علیکم سلام. چطوری؟ حالت خوبه؟ شامله پرویز خان. سلام علیک. چطوری جوجو؟ خوبه؟ ببین این حیبونم فهمید تو دیوونه ای. بلش کن رفیق اون، اذیت نکن. بیا بریم زرش. برویز خوشگله دل من باندی. موش زبل کجایی؟ سیامک یا کمکم کن، این چرخ تو اینا همه گیر کرده تکون نمیخوره. چطوری رفتیم بالا چون؟ چرا خود انداختی تو اچه؟ این چرخ این لای اینا همه گیر کرده، بیا بعد جوری گیر کردم. چرا من نگاه میکنه، برو آقا رو کمک کن. بودو بینم، بودو بینم. پرویز خان، پرویز خان بپا آقا آسیب نمینه، بپا. همین یه دونه داریم ها. نه پرویز شما اصلا معلوم هست این خونه داری چی کار میکنی؟ یه بار اون بالایی، یه بار تو انباری پیدات کردم، چقدر رو گفتی خونه؟ بپا 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 خواهی تو سر چولمنت کنم. زنده هست؟
آخ چی شد؟ آخ آخ یواشتر. ببین اینجا خوبه؟ این همه اینجا همه گیگه بگی؟ شما شما یواشتر. بالا 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 میگم پرویز خانم این دفعه به خیلی گذاشت شانس آوردی ها؟ همهش تقصیر این پسر دستم رو جلفتیه. اولندش مقصر ما نبودیم، چهارم از این الان دارم جبران میکنم. فلان کن دیگه، بسه گفتم بدش کن دیگه آقا رو چلوندش بابا. بل نمی کنه بیا میگه ما برمیم. او شما هم دیگه قرار سخت خورد دیگه. بابا به کی بگم واسه قلبت بده، سکته میکنی میفتی یه گوشه همه هم داغدار میشیم. ها لازم نکرده فکر من باشی. چی کار کردی؟ پولا رو کن ببینم. از سرطه پولا که نزدی؟ دست شما رو نکنه دیگه، یه باره که دست ما کجه دیگه. من نمیگم دستت کجه، ولی زیراب رفتنت خوبه. امانیت آقا رو بدونیم. بفرمایید. باشه برو برق بزن. ببین آقا جون، این مال رحیم. این هفته همچون کاسبی زیاد خوب نبود. این مال سوریه، ده تومنش کمه. میگه بچه هم مریض بود و رفتم دکتر و بیمارستان و یه حرفا بنده خدا گرفتار. بذار به حسابش هفته دیگه عزیز کم میکنی، باید جبران کنی. بنده خدا بکنه. حالا اینم مال زریه، این پنج تومنش کمه. میگه نمیدونم اسفند گرم شده بود و از این چیزا. این مال مجید. یا آقا تابستون کاسبی خرابه، چیکار کنه؟ تفلک راست میگه، بارون نمیاد، شیشه ماشینا کثیف نمیشه، چیو تمیز کنه؟ بیا نمال بس چه دیگه، سرم درد گرفت. دقیقه بدارین بفهمیم مال شما. حالا چون ناراحت میشی برای که از بس که تو لیلی به لالا اینا میذاری. بابا جون این بدبخت ها گناه دارن تفلک ها. خب اینا هم دارن کار میکنن، کاسبی میکنن، خب درآمد اینا بالا پایین میشه دیگه. تو خونه نشستن هیچ غمی ندارن، فقط کیفشو میبرن. آه گفتی خونه راست، تمام قبضه خونه اومده. بفرم اینا تو خونه چی کار میکنن؟ چی کار میکنن؟ بابا بدبخت ها دارن زندگیشونو میکنن. خب دیگه چی کار کنم من که همینجوری جلوشونو گرفتم. این بدبخت میبینی؟ یه الان سه هفته از همون نرفت، شیپیش تو کلش داره جفتک میدید، دستشوی هم کنم هست درده. خب دیگه چی کار کنم؟ ما پادگان هم اینجوری نیست بابا. پرویز کوتاه بیا، گناه دارن بابا. آقا پرویز میگم این همه پول رو میخوایی چی کار؟ صبح تا شب تو این دخمه نشستی، زل زدی به این در و دیوار. دست دیگه دیگه تو نمیخواد برام مایزه کنی. هیچکی با یه پیر مردی که رو ویلچر نشسته نمیخواد هم کلون بشه، حتی تو. بله این کار نه این کار. اون وقت بیشتر میشه برمیمدی. آقا بچه من حق پدری به گردنت دارم که من تو رو بزرگت کردم. سیاه پسر بی صاحب و دولت. ببن اون دهنه تا بچه برو، بچه برو برق روشن کن، بسته دیگه مراسم. بچه بینم بر منکرش لعنت. ببین چی میگم، من خبرت کردم یه اینجا بگم که مریم همین روزا شاید امشب شاید فردا پیداش بشه. مریم دیگه کدوم گداست؟ کدوم چهار آبا میسته؟ گدا نیست، برادر زادمی، همه که 34 سال پیش رفت کانادا برای تحصیل. یادت میاد؟ مریم؟ کرت آقا برمیز میگم یه دونه هست یا کرت آقا برمیز. من مخلص خودتو تمام فک فامیلات هم هستم. میاد اینجا چیکار داره؟ میاد اینجا که تو کمکش کنی یه فیلم مستند بسازی. مخلص شما هستیم، ما چیکار این وسط؟ تو باید بهش کمک کنی. خب حالا در موردش میخواد بسازه؟ گدا، گدایی. جون من گدایی؟ کجاش خنده داشت؟ راست میگه زهرمار؟
گوش خنده داره به من دهن تو. اون هیچ کسی تو این شهر نمیشناسه، از بچه خودم استفاده کن، اما به شرطی که بوی از تشکیلات ما نبره. آپرویز این موشای زبل خودشون یه پا تیاترن آقا، خیالتون راحت راحت بشه. شما فقط به ما بفرمایید کی مریم خانوم و کی میاد. احتمالا امشب یا فردا شب. اصلا میدونی چیه؟ تو دو سه روزی کارو بسپر به دست نادر. دست درد نکن آقا پرویز، گل بود و به سبزه آراسته شد. بدم دست نادر؟ دماغشو نمیدونه بکشه بالا. کارو بدم دستی؟ تا من میخوام یه حالی کنم که چیه؟ چی کار رد بکنه؟ فکم اومده پایین. سیامک، مریم آخرین کسی از فامیل ماست. بعد از مرگ باباش من حکم پدر داشتم. غیر از من و مادر پیرش مریم کسی دیگر رو نداره. به تو نمیاد که انقدر احساساتی بشین آقا. خیالتون تخت تخت، من حواسم به همه چی هست. عزت زیاد. بی خود میخوای ما سیما رو میرم؟ چی شده؟ واسه که توی سیما تا که میخوای وکیل مدافع اینو باشی؟ افتر واسه سر به سر بچه بذاری؟ بس بهش بگو کازی کنشو جمع کنه بزنه به شاکی بیشتر از اینا شاکی نشه. ترمز کن بابا جون، ترمز کن ببینم چی شده. بینم زدید کار خلاف ملاف دیگه. حالا ببینیم چی میخوای بگید. ببین سیاه، هم مادر زایده نشده کسی بخواد توی محل سر خود مواد پخش کنه. کسی هم قرار نیست مواد پخش کنه، قرارم از اول همین بود. چی شده؟ بس معلومه خیلی پرتی، بچه ها جدیدن زدن تو کار مواد. چی میگی؟ من چی بدونم؟ خواهی تو سر کنم اینجوری اولی بچه ها رو داری؟ اینجوری بچه ها رو میپایی؟ من چی کار کنم؟ داشت من خودم را سیریسش میکنم، خیال دواشه. خیلی هم ممنون بهم گفت، نمیخوام لقمه هر رو بارد زندگی بچه هاشه. خود دانی و اینا چشامو میبندم و اون وقت خیلی بد. خیلی خود دیگه شروع لکه برد و بارکاره نجمینم. چیکار کردی تو؟ به خدا کار من نبوده. کار کدوم گوساله است؟ تو میدونی کار کیه؟ نمیدونم. خب بالاخره پیداش میکنم. باشه همون برو کار دوست بدو. چی بکنم بهش؟ سلام علیکم. خسته نباشید. خسته نباشید. اونجا رو نگاه. اونجا دو هتل. خودشون قیافتو ببرن. چی کار داشتی با این دختره؟ به موقعش حالش میکنم. حالا میفهم. چه خبر اینجا؟ سلام داشتیم. سلام علیکم. چکرم. سیا به این با زری چی کار کرده که نیم ساعت داره گریه میکنه؟ گوش کن بچه جون، اگه یه بار دیگه تو این خونه میرم مزاحم زری یا هر زن بچه دیگه میشی بلایی سرت میارم که تا یه هفته نتونی راه بری. مفهومه؟ داشت سیا، اینا واسه من پاپوش درست کردن، اشرب شده به جون خوده. آقا سیا اینجا دور برمیداری گرد و خاک میکنی؟ من یه خسرو با تو هم هستم، خوش نهارم پای غریبه و نامحرم اینجا باز بشه. اینجا ملت ناموز سرم حالیته؟ اینو باهات موافقم. آدر جونم خاموشی بزن. جونم امتحان میکنیم سن برمچ کوچیک و آزاد همه فیتیل همه کشید با این آره بابا این نادرن دیگه بس با آدم شده با این دوگی داشت آره بگی بخواه برو بچه مر بینیم یاد بگی یکی ثانیه همه تو ایولا خوش آمد ازت بچه جو ساعت خوابت باشه بودو بریم اکی بابا حالی مانم میگیری Thank you.
کتاب وایسی باشم این چشونه اینا باشم این بارو نمیشه اگه با تو نیستم اگه باشو بارو نساکت کن کتاب من دستو چیکار میکنه نمیدم خودتو بده به من زمان این چی برای میخوای بیتنگیت کتاب من بده کتاب میخوای بله دیگه چی شده میشه یه روز توی خونه جنگ و دعوا نباشه؟ تقصیر من نیست دیگه همه تقصیر این آقاست یا من کتاب منی گرفته بابا بس کنید سوری راست میگه کتابشو تو برداشتی؟ لازمش دارم نمیبینی؟ رضام خونه است مریضه با چیکار کنم دیگه؟ عیب نداره کتابشو بهش بده من یه کتاب دیگه بهت میدم آقا سیامک جان ته بلارم خیلی خیلی ممنون قربون تو برم من خوب اینقدر خوش شخصی میکنی که نمیگه یاد برو چی راست کی بجو خوش بگم رزا خوش بگم بالا شما یکل نست جمع کن با وارونه ساکت کن دیگه رفتن رو از سابه نه خیر هم نصف شبه پاشو روز که خوابیدی که میگم پاشو پاشو وارونه ساکت کن چی شد؟ ای بابا ها؟ در میزنم این که آش 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 روز تحتیل اگه گوش رو مکپ مرگ اون رو زنم بخوابیم سینا سینا باز چه مرگته پرویز خان پرویز خان اومده برو جون مادر برو چرت پرت نگو بذار بخوابیم به جون مادرم راست میگم پرویز خان اومده ای بابا پرویز خان پرویز خان چه پک بود پک پک اومده بود چیکار داشت؟ پیام آورده بود از پرویز خان که بری دنبالش برای شب بیاری برای بازدید خونه آره میخوای من این سیبیلات اینجوری لخ لخ بکنم وسط؟ میخوای؟ نه نه من فکر کردم که پرویز خان داره با پیک میاد آره چتب کرده یاد باشه بچه ها را آماده کنی شب آبروم نره آی به چشم آی به چشم آی به چشم عجب سوتی دادم آقای موشای جمال خوادون خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. خیلی خوش اومدید. سیامک جناب آقا خیلی دلم برای این خونه تنگ شده بود. ها ولی خیلی خراب شده. نادر جونم چقدر بگم مراقب در دیوار این خونه باش کسی ازش بالا پایین نره خراب میشه دیگه صد مرتبه گفتم کی که گوش کنه سیامک برا میمادم تو حیات دیدم چراغ دستشویی روشنه لامپ صد آقا گذاشتیم به اونجا آقا اونجا لامپ صد نمیخواد لامپ 20 40 آقا لامپ دستشویی میخوایم برداریم جا شمع بذاریم خوبه سیامک به این خونه بیشتر برس میکنه یادگاری اجداد منه میگم آقا اگه میشه یه خورده بیشتر ما رو کمک کنید ما واقعا مشکل داریم کمک به شما کردم و کمک میکنم آیا تو این خونه زندگی کردن شام نهارتون دادن پول برق و آب و مضافات دادن کم نیست؟
پرویز خان والا اینجا فقط یه خط تلفن داره، ما مردیم اینقدر تو صف تلفن وایسادیم. راست میگی، اینا حرف درستی. سعی میکنم که از اول سال براتون یکی موبایل بگیرم بدم سیامک بگیرم. آقا بالاخره تکلیف این بیمه ما چی میشه؟ آها بیمه، من الان مدت مدیدیست که راجب این فکر کردم و مطمئن باشید اونم از اول سال درست میشه، همه تونی بیمه میکنن. آقا چرا ما نمیتونیم ازدواج کنیم؟ آه البته این کار ساده نیست، ولی سعی میکنم این کار انجام بدیم و تمام مخارج ازدواج شما رو خودم تحمل میکنم و تأمین میکنم. آقا اگه میشه خورده این ماهیانه رو بیشترش کنید، به شرطی که شما درست باشید و وجوهات رو درست و سیامک تحویل بدید 2% از اول سال اضافه میکنم. آقا چرا به قولتون عمل نمیکنید؟ خب عمل میکنم، عمل میکنم. چشم، اونم خدا رو شکر. سیامک بریم جناب آقا، بریم. ببین سیامک جناب آقا، اصلی یا راجب این موضوعات که گفتم صحبت کنیم و ترتیب کار رو برد بدیم. خیال تو راحت بشه آقا، من اصلی اونجا. خب آقا پرویز دیگه سخنان ندارم برای ارائه، به افتخارشون بزن دست خشنگره، بزن دست خشنگره یا شورو شورو شکر. آقا پرویز آقا بسته دیگه. دیرم کن، من که به تو 1000 تومن دادم. خانوم مسئله پیش اومده؟ خوب من که 1000 تومن بهت دادم، 1000 تومن بهش دادم. آقا شما یه چیزی بهش بگید. راست میگه دیگه خانوم، راست میگه. آخه توی دور زمان 1000 تومن هم شد پول. ماشاءالله 1000، ماشاءالله 1000، ماشاءالله. نگاه به خودتون بکنید، یه نگاه به چشای معصومی بچه من روزی تفلکی، چجوری دلتون میاد به خاطر 1000 تومن از اوستا کارش کتک بخوره؟ دلتون میاد؟ بیاموش بیا، 2000 تومن من بهت میدم، 1000 تومن هم این خانوم بهت میده که دیگه اوستا کار نزنت. خوبه؟ بس بچه جون دیگه توی محل به خانوم گی ندیا. خب دیگه نمینا موزه میخوانو بشی ها. شما بفرم خانوم، بفرم بفرم. من چه میدونستم آشنا؟ رد کن بیا. چی رو؟ 2000 تومن خودم که بدادم. بده ببینم. آفرین. وای. آبجی میخوای کلید بدم خدمتون که یکمی راحت تر بری تو؟ بله. چهره شما چقدر واسه من آشناست، من قبلا شما رو جایی ندیدم. همین چند لحظه پیش اول که وکیل مدافع اون بچه شدیم، بچه هم که منو محکوم کردیم. شما همین مریم خانم دیگه، درسته؟ شما؟ بابا من هم دیگه. آقا سیامک شما این احوالتون چطوره؟ خیلی مخلصیم، بله فایش میکنم، خیلی خوش اومدیم. اتفاقا عموتون با من گفتش داریم یعنی ایران، کی رسیدین؟ دیشب اومدم دیگه، الان رفتم تو محل چرخی بزنم ببینم چه تغییراتی کرده. به 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 به، رسیدم به خیر. خیلی خب چرا دمه در راست دادیم؟ بفرمایی تو، بفرمایی من کلید دارم، بفرمایی. بریم هیچی دیگه، منم مشغول درس و مشغول اینجور چیزا. شما چه خبر؟
میگم شما ماشالله ماشالله فارسی چقدر خوب حرف میزنیم. ای بابا من فقط 4 سال اونجا بودم. عمو جون میگه شما همه تهران این کف دستتون بلدین. آره آره یه جورایی بله. چقدر خوب. یعنی من میتونم امیدوار باشم که فیلم به خوبی از آب درآ. شما خیالتون راحت بشه. هرچند آدمای این شهر تک تکشون واسه خوششون یه با فیلمن. موضوع اینه که من خیلی عجله دارم. کی میتونیم شروع کنیم؟ خدمت شما از کنم هر موقع دوست داری. راست میگی؟ یعنی از امروز میتونیم شروع کنیم؟ اصلا شما بگو از همین الان. ای چقدر عالی. من بودم برم حاضر شم. بفهم عمو جون آقا سیا قول دادن که امروز منو ببرن فیلم برداری. خیلی مخلصی آقا. رو کاره آقا سیا حساب کن. از اون موقعی که مدیریت شرکت منو به عهده گرفته از کاراش بسیار راضیم و خوب از عهده‌اش برآمده. چقدر عالی. همون جون ببینیم به من میاد. خوشگل شدم. خوشگل شدی. خیلی. من برام وسایلمو جمع کنم. خواهش می‌کنم. میگم آقا ماشاءالله زام ماشاءالله چقدر بزرگ شده. مثلا نشناختمش. بعد نسبتش مو چقدر خوشگل شده. حواست جمع باشه. یه وقتی سوتی ندی. خیال تو راحت باشه. فقط یه مسئله هست. نمیدونم. دختره تفلک آخه من چجوری ببرم بیرون به چرخونمش. چشم به ماشین افتادی؟ تا این ماشین خراب نکنی ها ویلکون نیستی. آقا جون زشت نیست. من با موتور دختر از خارج اومد اینو ببرم به چرخونم. زشت نی؟ بفرمایید. نوکرت آقا پرست. نوکرت. نری دنبال یه للی تللی. حساب بنزینو دارم. پیر مرد شلخته نگاه کن ماشینو نگاه. خدا یه دقیقه برفا من گوش بده. آخه چی میشد به جای اینکه این ماشینو بدیم اون پیرمرد چلاق که بندازش اینجوری گوشه خیابون با میدهش به من. من باش میرفتم اشغال نمیشم جوی کسی پشه. ببخشیدا خیلی تو زحمت. خواهش میکنم برم بشینیم. سیو لده خیلی خوب باشه. بله یادم اون موقع میخواستی ادامه تحصیل بدیم. چی شد؟ ها؟ قبول نشدی؟ چرا اتفاقا قبول شدم؟ من همین پارسال برم تحصیل شدم اتفاقا. همین پارسال. راست میگی؟ چجوری شما 3 سال فارغ التحصیل شدی؟ چقدر شما باهوشین؟ چه رشته خوندی؟ من میدونین دانشگاه رو جهیشی خوندم چون خیلی به درس علاقه داشتم. حتی تصمیم گرفتم که شبونه هم برم دانشگاه. جهیشی خوندم و رشته یه چیز خوندم دیگه. این مدیریت. عاشق رشته مدیریت بودم. اون وقت تو شرکت عموی من چیکار میکنه؟ اونجا کار میکنم دیگه. یعنی یه جورایی تمام این کارمندا زیر دست من هم با من کار میکنن. چه کاری؟ ما تو کار خدمت شما عرض کنم که موسیقی، تئاتر، نمایشای خیابونی، کلن اصلا بچه ها فیلم هم کلن دیگه. فیلم ما کلن تو کار فیلم هستیم. تو با شخصان هم کار هنری میکنی؟ ای از دور دست به آتش داریم دیگه. بچه ها ما میگن که حنجره تلاست چون هر از گاهی بیکار میشین دور هم میشینیم. بچه ها از ما میخوان یه دهن با هم بخونیم دیگه. چقدر عالی. خب دیگه مجبور شدیم که برای کنسرتتون ما رو هم دعوت کنیم که ببینیم صداتون چجوریه. این که اصلا شک نکنی. شک نکنی که بلیت ردیف اول مال شماست. دست درد نکنه. خب شما ما رو چیکار میکردیم؟ چه خبر؟ چی من فقط درس خوندم هم. البته ببخشید من این سوال میکنم فضولی نباشه. میخواستم بپرسم که شما سوژه بهتر از این قضیه پیدا نکنی رفتین تو کار این قضیه؟ بابا این همه سوژه های اورجینال، این همه آدم های پاستوریزه، آخه چیه شما رفتین سراغ گدای قزمید؟ خب ببین برای من جالبه دیگه. برام جالبه که بدونم چطور این به قول شما آدم های قزبی چی شده که اینا پاستوریزه نشدن. جوابش معلومه خانم. پول.
پول، این رد پولو میگیر. آه بیا به همه چی میرسی، به همه چی میرسی. اون دیگه سوال داره، تحقیق نمیخواد، محقیق نمیخواد. ای خدا ای خدا، این پول لامسته و عجب چیزی. هره خانوم، اینجا پاتوق همشونه، همشون همینجا جمعه. میگم میخوای یه کار کنم؟ چی؟ این درخت و کوه این چیزا داره خیلی منظره قشنگ، یعنی خارجه، یه ذرم از اینجا بگی. ای بابا، مگه میخوام راجب طبیعت فیلم بسازم؟ برو کنار ببینم. سلام، حالت خوبه؟ چند سالته؟ چی شده؟ دوست داری درس بخونی؟ خانم این درس کجاست بابا؟ این بچه الان بزرگاش لیسانساش بیکارن، این طفلک از الان درس بخونه که چی بشه آیندهش؟ ای بابا. آقا شما اگه یه کار خوب پیدا کنی این کارو ول می‌کنی؟ خانم کار خوب کجاست بابا؟ این بنده خدا همشون علافن، کو کار پیدا کن این بنده خدا میرن سر کار. طفلک نگاه بیکاری شکلی شده. سلام، سلام خانم. حالت بگیرم؟ نمیدونم. فال خوب میگیرم ها. برای کسی کار میکنی؟ ایشون کلاسش خیلی بالاست. من قبلا با ایشون از ایشون تحقیق کردم، میدونم. کلاسش خیلی بالاست، میگه آدم با نون وازی خودش بخوره، آقای خودش باشه، نه نوکر مردم. درسته؟ بله. ببخشید آقا سیاهی، میشه یه خواهشی ازتون بکنم؟ بفرمایید. میشه لطف کنید تو ماشین منتظر من باشی؟ من میتونستم خیلی کمکتون کنم، چون من قبلا تحقیق کردم، اینا رو میشناسمشون. نه دیگه ممنون، برو. مرسی، همونجا منتظرم باش، کارم تموم شد میام. حالا برو گرفتین ها؟ کارتون همینه؟ آره، میخوایی پارتون رو بگیرم؟ بعدم هم نمیان. بعدم هم نمیان. دستتون رو به من بدی؟ باشه. صبر کن. خب. وای خانم، چه بخت بلندی. آقای خوشتیب، حدود 30-31-32 سال. خیلی خوشتیپه، یه لباس هم نمیدونم همچین انگار رنگی هم پوشیده. جمونم خیلی بهت علاقه داره، اما یه گیره ای من تو کارتون میبینم. میخوای بختت وا کنم؟ زیاد نمیگیرم ها؟ نه بابا، این حرفا چی؟ خانم بذار این کارو بکنه، چون ایشون فالگیریشون خیلی خوبه. خدا بیامرز مادر منم بختش ایشون باز کرد، خیلی خوبه. باور کن ایشون مگه چند ساله دیگه بخت مامان اونم باز کردی؟ من کارمه دیگه، این همه سال شما چی چی اینه؟ خیلی خوب، بذار پول به این خانم بدم. بریم دیگه آقا سیامک، من خسته شدم. میگم یه کار کنیم، خسته شدیم، موافقه بریم توی پارک بغل بشینیم یه آمیبه یه چیزی بخوریم دو خستگی در کنیم؟ باش. خیلی ممنون دوستان، ببخشید دور خدا بازر شما. خیلی ممنون از محبت. زحمت کشن خانم، زحمت کشن. دست درد نکنه، دست خیلی ممنون. خدا آفیدش. بای من دوشه، خدا. میگم امروز چه هوای خوبی ها، نه؟ آره. خواستم ازتون تشکر کنم، من امروز کلی تونستم فیلم بگیرم، واقعا ممنون. خواهش میکنم، قابل شما رو نداشت. پس تموم شد دیگه نه؟ نه، راستشو بخوای من هنوز سوژه مورد نظرم رو پیدا نکردم. خب مثلا چی میخوایی سوژه کنجیو؟ ببین، من شنیدم که یه سری لاشخور، این گداها و بدبخت بیچارهای تو خیابونی که گدایی میکنن و ازشون باج میگیرن. نه بابا، اینطوری هم نیست که خدمت شما عرض کنم. نه بابا، بنده خدا اینطوری نیستم. یعنی چی؟ چرا یه جوری حرف میزنی انگار داری طرفداری میکنی ازشون؟ نه طرفداری که نمیکنم، ولی مثلا چی بگم بهتون، شما مثلا یه نمونهش این انجمن موشای زبل رو شنیدی اسمشو؟ با این دیگه چی اسم کارتونه؟ نه دیدی، این یه پاتوق دوستانه است. یعنی چی؟ من اصلا نمیفهمم. پیش وسط توضیح بدم. یه روزی یکی از همین گداهایی که تو شهر تهران میبینی تصمیم گرفت با گداهای دیگه تشکیلی گروه کنه، زد به کلش همه رو دور خودش جمع کنه. این کارم کرد، همه رو جمع کرد توی خونه. این کار چند تا خاصیت داشت. یک، اونا همه شون با هم متحد شدن، دیگه هیچ که نمیتونست اذیتشون کنه. دو، هر کی هرچی بلد بود و یکی هم یاد داد. سه،
اونا تبدیل شدن به یه خانواده بزرگ. دیگه هیچ کدومشون تنها نبودن. اون گروهشون بزرگ شد. بزرگتر شد. متحدتر شد. تا جایی که تصمیم گرفتن یه نماینده واسه خودشون انتخاب کنن. این کارم کردم. این کار باعث میشد که کارشون موفق‌تر بشن. از اونجا به بعد دیگه اسم این گروه شد موشای زبل. الان اول که بخواد وارد این گروه بشه باید حق عضویت بده. خب اون گدا اولی چی شد؟ هنوزم هست. هنوزم رئیسشونه. که البته دیگه هم گدا نیست. میخوای این فیلم که امروز گرفتیم رو ببینیم؟ نه دیگه، امروز خیلی کار کردیم، خسته شدیم. ولش کن، حالا شب میریم میبینی خونه دیگه. اشکال نداره؟ چجوری میشه این موشا رو دید؟ اصلا تو چجوری این همه گدا رو میشناسی؟ خب برای دیدن این موشای زبل خب باید صبر کنی سر فرصت مناسب. ولی این که من چطوری این همه گدا رو میشناسم، این که من یه تحقیقات روانشناسی داشتم. من یه مطالعات روانشناسی داشتم در مورد گداها، میدونین؟ خب با اینا رفتم اومدم، بیشتر دیدمشون، باهاشون آشنا شدم، اینا به من اعتماد کردن، دوست شدن. به هر حال تحقیقاتم راجع به این قضیه بود برای جامعه شناسی و روانشناسی، مجبور شدم زیاد ارتباط داشته باشم باهاشون. خب لابد این همون استعداد ذاتی و خدادادیت دیگه، که هر کس بار اول میبینتت کمپلت بهت اعتماد میکنه. نه جدا میفرمایین، میدونین تا حالا هیچ کسی از این اعتماد ضرر نکرده. دروغ میگی؟ نه من دروغ نمیگم. آفرین. خیلی خوب، سویچو بده به من قبل از اینکه برم خونه. میخوام برم یه جای دیگه کار دارم، تو خود بعدم بیا. بده. خب تو این شهر گرگ زیاده، تو رو خدا مواظب باشی. بلدم از خودم مراقبت کنم. باش، خداحافظ. خداحافظ شما. See you later. رو باشو بینیم بگوییم دکسی ها دارین چه غلطی میکنی؟ اقلی برسون تا اتوشوی گرفتم خط میافته. خوش کن بینم، بدا ساکت بینم. واسه ما زیرا میرین شندم که بچه ها رو داره میکشه برای خلاف. ها کی؟ تو. من؟ آره چرت و پرت میگم. تو آره بینه با ما دامون دا بینه. یه سال از حبس اومدی بیرون، میخوای اینجا رو به گم بکشی؟ اونش به خودم مربوطه. تو چی کار حسنی؟ ها؟ بار ببینیم بابا. خسرو کاری نکن با اردن گنج رو پرتت کنم بیرون. کی؟ تو؟ آره من. عمره؟ ببینم اصلا کی گفته تا اینجا رئیسی؟ همه اینو که بیرونم، همه شما من رنگ دادم، همه اینا؟ آره اینا. ببین این سری تو دیگه رای بی رای، این سری دیگه من رئیسم، فهمیدی؟ خسرو فری زدن. من رای دارم. بارو بریم بابا. نبینیم آشو خیلی سری حالا داشتیم بزن فکر کنیم و خودم بار آخر بشه اینجا خلاف میکنیم. هری بابا بریم بریم اینا اتاق من بریم بریم بابا یه کفشی تو نهیه. ما توی خونه یه دو چاقو نداریم؟ یا نه نه بله خدا من سبه فرمی مریم خانم شما این؟ احبه حال شما چطوره؟ شما خوب هستین؟ قربی شما برم. نه بابا خواهش میکنم، کجا خواب بودیم؟ بیداری بابا، تازه داریم شام میخوریم. بله بله شام ما الان چیز داریم نه کباب بختیاری داریم. بله کباب بختیاری خوردی تا الان؟ کباب بختیاری شام نخوردی شما؟ بیارم مثلا بابا از شرکت که تا شمرون راهی نیزه راه هم بدم یک کارمنده بیاره یکی ثانی هستا دو قدم راهه. قایش میکنم جانم. آره خیالت راحت باشه، خیالت راحت باشه، فردا ردیفه ردیفه من 9 صبح اونجا. آره خواهش میکنم، شبتون بخیر، خداحافظ شما. See you later. خداحافظ. هریم بود دادش، هریم بود. آه حواست کجاست؟ کم بختیاریت سرد میشه.
نادر، فردا واسه یه ماموریت مهم دارم. ماموریت؟ حتما راجع به این دختر است. نه خدا، گروت پیشش گیر کرده. چرا نگو بسر، چرا نگو؟ داکسیا، برای ما هم فیلم میاد. 4 سال پیش که اومده بود، هوایید کرده بود. بعضی وقتا هم بعضی هم مثل این که زاخسیات رو میزنن. چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ ما هم مثل اون آدم های بیرون تو خیابون. ما هم خاطر خواهی یکی بشیم، یکی خاطر خواهی ماش. ما بریم سر سامون بگیریم. بخیلی؟ ما ممکنش نه الان. از حواستو خوب جمع کن. این ماموریت که دارم بهت میدم خیلی مهمه. فقط دلم میخواد خرابش کنم. اون موقع نادر من میدونم و تو چنان به جون سیاق هستم، چنان از این پنجره شوتت میکنم بیرون. سلام، صبح خیر. صبح تو هم بخیر. گود مورنینگ. بفرمایید، بفرمایید، سوار شید، چه دم در رسیدین، بفرمایید. سنگینه، بدش من آبچی، بدش من. چی شد؟ الان میادش، باش قرار داریم الان میاد. مریم خانم، این آقا نادر همون دوست منه که خدمتتو عرض کردم که با گداها ارتباط داره. ما رو میتونه با اونا آشنا کنه، میتونیم ازشون گزارش های خوبی بگیریم. باشه. آه داریم میاد. ببخشید. آقا نادر، لطف کن تشریف بیارین قربان. خواهش میکنم. سلام علیکم، حالتون چطور؟ خوب هستین؟ سلامتی؟ ببخشید مزاحم شدم، شرمنده. این همون آقا نادر دوست خوبم که گفتم با گداها ارتباط داره، میتونه مشکل ما رو حل کنه. قربان، ایرادی نداره مزاحمتون بشیم؟ نه خیر، در خدمت شما هستم. خب پس الان کجا باید بریم، چیکار باید بکنیم؟ خب همون جایی که دیشب قرارشو گذاشتیم دیگه. من دیشب با شما صحبتی نکردم. من گفتم که امروز با هم بریم یه چیز کن. حواسم نبود. خب بریم اونجایی که دیشب اصلا ولش کن. بشینید بریم سر قرار. بی خیال. بشینید بریم. خواهش می‌کنم. بفرمایید. چرا میزنی؟ مگه من با تو نیستم؟ مگه نمیگم مراقب با چه سوتی میدی؟ آخ اصلا حواسم نمیاد. سلام خانوم، حالت خوبه؟ تو چه خوشگلی؟ لطف داری، مرسی. اجازه میدی ازت فیلم بگیرم؟ آره. چند سالته؟ سفیزه. آخه چرا گدایی میکنی؟ خانم منم یه فال بخرم. آخه هی خانم تو رو خدا یه فال بخرم. عزیزم میخرم. خانم هنرمندیم خانم جان. خانم تو رو خدا. برو مازوش بچه ها سوتی ندم، برو یواش همش آروم یه جوری مریم خانم میکش بیرون. بده بینه باشو باشو دفت کن ایش کچی کار می آبون اسمان ازش میگه بخرم تو سب کن بلش کنید بلش کنید بابا دهی چکام کنید بخیال بابا بخیال دیگه یه خیال چی بفهم آنه هم کن بفهم آنه داریم میگم عجب سوژه های باحالی پیدا میشه. از این سوژه ها خیلی زیاد کنید بهتون نشون میدم. خسته نباشی، خوب بود؟ آره عالی بود. خیلی خوب. آقا نادر دیگه خیلی زحمت کشید. ببخشید تو رو خدا مزاحم شدیم. ما دیگه بیشتر از این مزاحم شما نمیشیم. با مریم خانم می‌خوایم بریم یه رستورانی چیزی یه غذای بخوریم مزاحم شما نمیشیم. بریم کارتین؟ آره اونجا میتونیم بریم. آره من خیلی وقت نرفتم. بریم. داش سیا آقا خسرو کارتینگ
آقا خسرو کیه؟ خسرو رئیس اون کارتینگ اونجاست. آ دوستانه که به حال نداریم. آره خوبه تو خان دوستونه تو خان دلم تنگ شده ببینمش اشکال داره. خب دیگه اگه سلام دینی بریم دیگه مزاحم نشیم دیر شده. خیلی زحمت کشیدید. ببخشید خیلی زحمت کشیدیم. خیلی محبت کردید. قربون شما خانم بفرمایید خواهش می‌کنم. ما میریم مزاحم شما نمی‌شیم. بفرمیشیم. این چه آهنگی گذاشتن آخه؟ اتفاقا خیلی خوبه سمفونی باخه. سمفونی باخ چیه بابا؟ اینجا یه فضا ایرانی، یه موزیک شاد ایرانی الان میخواد. مثل مثلا گلبری جون بله کجا تو مایه ها؟ سلام آقا. سلام آقا. سلامت باشی میرد دارین. آقا دو تا بندری دپش تو از این فلافل هم کنارش بزن. مینو رو شما دیدین؟ مینو مینو کدوم خری آقا جون؟ ما هم یه مریم خانم داریم واسه هفت چتون بس. مینو نه منو. آب آلبالو لطفا. آلبالو من خیلی آقا دست شما در نه خیلی من بفرمید. میگم مریم خانم یه سوالی برای من پیش اومد، یعنی چرا تا الان شما ازدواج نکردید؟ خب موقعیتش برام پیش نیومد. البته شما هم راست میگین، میدونیم آدم موقعی که میخواد ازدواج کنه ذهنش نباید مشغول باشه، باید ذهنش آزاد باشه، هم همه واسه برای ازدواج باید اوضاع همچون ریلیف باشه واسه آدم. ریلیف؟ ریلیف شما خارج بدین دیگه فکر کنم احتمالاً میدونین چیه دیگه. ریلیف نه نمیدونم معنی چیه. این یه کلمه انگلیسیه؟ آه راستی شما انگلیسی تو خوب بود. نه این مال جنوب اسپانیا است، یعنی اسپانیایی مردم اسپانیا هم چی میگن؟ ریلیف. خب حالا معنی چیه؟ جنوب اسپانیا یا به ریلیف منظورشون آماده بودن، یعنی همه چی باید آماده باشه واسه زندگی، یک زندگی بسیار. خب بله اون که 100%. البته یه موضوعی هم الان یادم اومد خدمت میگم، نبادم بذاری زیاد دیر بشه ها. به هر حال زندگی شروع داره یه پایان داره، به هر حال آدم باید دیگه پیدا کنه همدمش باشه، باید صحبت کنه، درد دلشو بگه، به هم محبت بدن، هرچی دارن با هم بریزن توی دایره زندگی شیرین خوب، بعد مونس باشه واسه هم. میدونی مونس باشه؟ بعد میگم خب نه منطقه به شرط این که آدمش پیدا بشه. آره به نکته جالبی اشاره کردیم. خب البته آدمش هست. آدمش هست سیامک، شما خودت چطور ازدواج نکردی تا حالا؟ تو محله ما سر ازدواج نکردن من دعواست. واه آره
این یکی همسه میگه من دخترمو نمیدم، اون یکی همسه میگه من دخترمو نمیدم، ما هم این وسط موندیم کدوم یکیشو نگیریم. شما خیلی حرفای با نمکی میزنین. و شما خوش دیدیم بعد دردی. نه بابا تیپتونو نمیگم که، حرفاتونو میگم خیلی با نمکه. آقا سرمان چی کار میکنی؟ خانم بفرمایید اینجا گدا راه نمیدم. گدا کدومه؟ من کارم شغلم حرفم اینه. خانم متخصص بری جای دیگه از این تخصصتون استفاده کنی. آقا سرمان رو اعصاب من نرو. این شوهر منو ببین، دیدی دختر خارجی پدرسوخته سیاسگه بزنه بنه بنه گوش لغت اونجا داره قاب شوهر من میدوزه. حتما میخواد پولاشو بالا بکشه. آقا سرفون من میخوام برم بگم این بدبخت اصلا پول نداره که، اوه نداره با نال سودا کنه. حتما عاشق تیپ و قیافش شده خانم. میدونی من راستش بخلا فضا مساعده، میخواستم یه مطلبی رو همینجا براتون بگم. یعنی راستش بخوای من راجب بفرمایید چی می‌خواستین بگین؟ مطلبی که می‌خواستم بگم یعنی آقا سیامک من اینجا. خب بگین دیگه. می‌خواستم بگم چیزه پرویز خان به من گفت تو زود بیای اینا. نه چرا؟ خیلی به من تاکید کرد. نه گفت سر ساعت اینجا باشین، من یه ذره نگرانم. من شما اجازه میدین که بریم سر یه فرصت مناسب با یه موزیک بهتر؟ برای چی هنوز نخواه؟ موزیک گل پریشون بهتره بکنم. بفرمید دیر شد، خواهش میکنم بفرمید. چه بیرون آوردنی بود؟ دود بگیر دود بگیر الله مسئله الله محمد. دود بگیر دود بگیر بعد دود بگیر دود بگیر آفرین. معلومه این گریگوریا رو کی اینجا راه میده؟ سگا من دوم به بابشون چیکار کنم؟ دادم خدمتون؟ نه خیل خودم دارم. سلام پرویز. سلام جانم. مریم خانم میشه محبت کنی یه لیوان آب به من بدین؟ باشه. آقا پرویز این خسرو. آقا سیامک چایی داریم میخوری بیارم؟ نه همون یه لیوان آب کافیه، دست شما درد نکنه. باش. آقا پرویز این خسرو. آقا سیامک شربت خوشمزم داریم آقا، بیارم واسه؟ همون یه لیوان آب بسته، دست درد نکنه، همون کافیه، اینقدر آب. خب آب پرویز این خسرو. آقا سیامک ببخشید. آها ای گوزه شما دو کلمه با حرف بزنی. خب من فقط میخواستم بگم که اصلا یادم نبود اصلا صبح تا حالا آبمون قطعه. عیب نداره اصلا آب نمیخوام،
خانم دو کلمه میخوام با هم خصوصی صحبت کنم، میذاری؟ خب از اول بگی دیگه، چرا اینجوری اخم تخت میکنی؟ آبر بیز این خسرو اینجا چیکار داشت؟ هیچی. یعنی یه جورایی ما دیگه به دردت نمیخوریم دیگه، نه؟ چرا نگو، اون اومده بود فقط منو ببینه. وای چقدرم که این خسروه احساساتیه. اومده بود از من اجازه بگیری برای نمایندگی انجمن نامزد بشه. دیدی؟ دیدی زنم تو خال؟ دیدی درست گفتم؟ بس اون میخواد جای منو بگیره. چه اشکال داره؟ بذار بگیرم. شما چی بهش گفتی؟ چی بهش بگم؟ اونم میتونه نماینده بشه همونطور که تو میتونی. چی رو نماینده بشه؟ شما اصلا میدونی اون داره چی کار میکنه؟ افتاده کار خرید و فروش مواد. من همه چیزو خوب میدونم. باش مذاکره کردم، به من قول دادی که اگر نماینده بشی حق عضویت ببره بالا. از شما میخواییم بدبخت ها رو بیشتر از اینا بده بشی. ها؟ خرج و مخارج بالا رفته، دیگه چاره ای نداریم. سیا تو لازم نیست قصه اونا رو بخوری، اگرم خیلی ناراحتی برو برای خودت رای جمع کن. اونایی که ازت دفاع میکنن و ازشون دفاع میکنی زیاد پشتت نیستن. رای ما سیاوکه، بیرون بچه ها سکه، رای رو بده به خسرو، پولتو بگیر و برو. سیا برام میخونه، دردتو رو میدونه، اونا میشی همیشه خسرو بشه نمیشه. یعنی گابه دورو بر خودتون بندازین؟ گدا جماعت اوزاش بیریخته، یعنی چی؟ خیته. ولی خسرو شما رو به حقتون میرسونه، واسهتون همه جور امکانات ردیف میکنه، سونا، استخ، جکوزی، تور شمال، کیش. میگن گداهای کیش وضعشون خیلی توپه. توپ؟ ولی شما چیتون اونا کمتره؟ ها؟ خسرو کاری میکنه که هم کاسبی بکنید و هم تفریح. اینایی که اینا میگن بابا همش خالیه. بیشیم بینیم بابا، حال نداری؟ دماغت به کشباله بابا عملی. دیگ به دیگ میگه رود سیاه. گوش کنین، شما میگین خسرو دزدی میکنه، قبول، ولی خسرو اگه دزدی میکنه به خاطر خودش نیست. پس به خاطر کیه؟ به خاطر اینکه میخواد پولا رو مثل رابین هود بین همتون تقسیم بکنه. بازم اینم. خب اگه تقسیم نکرد چی؟ ببینین، خسرو اول پولا رو جمع میکنه بعد یه دفعه تقسیم میکنه. آها، اون وقت اگه یوهو تقسیم نکرد چی؟ ببینم، شما گد و گلوله کی اینجا راه میداد ها تو کارتینگ؟ من نیومدم شما رو اینجا. اینه واسه من. چه خسرو دور برداشتی؟ به به آقا سیا، آقا سیا پیدات شده. فکر کنم ترس خودو گمگور کردی آقا سیا. ببینید بچه ها، شما همه تون بزرگین و بالغ، همه تون میتونید به خوبی تصمیم بگیرید. هر کی که دلتون میخواد انتخاب کنید بهش رأی بدین. من خودم هم بهش رأی میدم. فکر کنم راه عادلانه ای باشه. من هیچ اصراری ندارم رئیس باشم. انتخاب با شماست. خیلی خوب، از آقایون و خانوما خواهش میکنم. بچه ها اونا که دوست دارن از قرقرهای آسیا راحت شن و به حق حقوقشون برسن، بیان اینجا من رأی بدن. بیاید اینجا، همتون بیاید اینجا. بچه ها برید، همتون بیاید. خب نمیریم. خسرو جون شرمنده شدیم،
ما هممون طرفدار داشتیایی. خیلی خوب، ما رو فروختی نه؟ برو. بریم بچه‌ها. ما میریم ولی باز برمیگردی. ببخشید آقا سیامک اینجاست؟ آره آره همین. میشه بگی یه دقیقه بیا؟ آی به چشم بمیش. آقا جهر واسه چی میبندی؟ شرمنده شرمنده یادم رفت. ببخش ببخش سیام یکی اومده دنباله بد هر کس بگه بعدم بدن کار دارم. اما این یارو فک و فامیل پرویز خانه بگم بپیچونمش. مریم؟ آره اینجا را کجا بده چند؟ آخ اوه 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 این مال منه آه بگیل بس تو اوه دو منه این این هم مال منه داره آه بده بگیلی بابا بگیرش 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 خوره آچه ها کنیم بده 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 سوری جان فکر کنم این اون دختره مریم سیاسگ بلابیت هست. یکی از گداها گفت شما رو اینجا میتونم پیدا کنم. بابا جون بریم این چند تا پلان آخر رو بگیریم این فیلم تموم شه دیگه. بریم ماشین کجا گوشیم؟ سر خیابون دیگه اینجا جا نبود که. آره خوب کار کردی اینجا جا نبود. آقا سیا کجا بودی؟ آقا نادر شما چه زود پسر خاله میشین. من فکر کنم که شما بفرمایید به کار زندگی که مثل ما میخواییم با خانم قدم بزنیم. بخشید خانم خیلی مخلصیم با اجازت. میگم خوب شد من به موقع رسیدم و یه نه معلوم نبود که چه بلای سر دوربین تو میومد. شما اینجا چی کار میکنی؟ بچه های محل چه مهربون هم. خدافز امو جون خدافز موضوع خود باش. من راستش بخواهم اومده بودم اینجا چیز کنم این یه سر به نادر بزنم بعد این اهالی برج ما یه مقدار پول جمع کردم واسه این تفلک ها گناه دارم میدونیم اومده بودم که پول بیم چرا بدم. برای من خیلی جالبه شما چجوری این همه گدا رو میشناسین و باهاشون معاشرت دارین قشنگ رفت آمد دارین اصلا صمیمین. میدونی مریم خانمم چون راستش بخوای من دلم اینو گنجش میمونه راستش بخوای طاقت ندارم بدبخت دیگرانو ببینم چرا همین با اینا زیاد رفت آمد میکنم. عجب آدم نو دوستی. بابا خجالتو ندیم بابا. به هر حال من از اینکه با شما آشنا شدم خیلی خوشحالم. راست میگی بابا من به خودم امیدوار میشم حرفا رو میزنیم. بله خب لزومی نداره خودتون رو دست کم بگیرین. عمو جون مژده بده مژده بده دیگه فیلمم تموم شد به کلی از شهر من خلاص شدی. کجایی آقا سیا بیا دیگه. در خونه واسه چی بازه؟ نمیدونم. عرویز خواهم عمو جون. آقا مرویز عمو جون عمو جون چی شده؟ کجایی مرویز خواهم؟ عمو جون مرویز عمو جون آقا مرویز بگیرم پرویز خواه امو جون چی شده؟ امو جون چی این کار رو کرده؟ پرویز خواه امو جون خب چرا رو فقط اینجا بودی؟ ای نامرد دنبال پولا گشتم ولی هیچی پیدا نکردم. کدوم پولا؟ کدوم پولا؟ هیچی
کمکش کن ببرش بیرون. باشه باشه. نه نه دیگه کار من تمومه. وای نگو عمو جون تو رو خدا. قیامه جونم آقا هوای موشا رو داشته باش. از این به بعد تو رئیسی. چشم آقا. ولی پرویز خان عمو جون پرویز خان عمو جون عمو جون تو رو خود خدا این چمان زیبتی بود پرویز خان. خدا رحمتش کنه. بچه بذار شما برو بذار شما برو بذار شما برو داشت من میماردم. شما که نمیخوای امشب اینجا بمونی؟ نمیتونم. میخوای من خواهرامو بفرستم پیش تو تنها نباشیم؟ نه دختر خالم هست ولی خامو خدا رحمتش کنه. بابا تو همو خیال تو راحت باشه من همه کاراش انجام میدم. شما رو آماده شو من میرسونم تو خونه دختر خالتو. بفهم چه خبر نادر؟ نمیدونم. اینجا چه خبره؟ خوبه. نماینده انجمن نمیدونه دوره برش چی داره میگذره. خب حق داره دیگه. سرش داره دیگه. گرمه اون. خب واسه چی خبر داشته باشه؟ خیلی خوب. تو که پروندن دیگه بسته. روکوبوس کنده میبینم چی شده. دیگه چی میخواستی بشه؟ داردست این خسروی نامرد. زدن آکاردون نازنین منو شکوندن. منم که میبینی هیچی برام نذاشتن. فالای منم زدن پاره کردن. منو بگو زدن انداختن تو جوب. آتیش گردون خوشگل منو شکستن. پنکر دیگه در بردم. ترازوی خوشگل منو زدن فنراش شکستن. اینم دستمه. آخسی ها دیداشی پا مصنوعی منم شکستن. چرا زودتر رو من نگفتی؟ آخه شما سرگرم کف نرفت آخ پرویز بودید. این آقا پرویز بیچاره که به ما کاری نداشت. ایشالله به حق علی مریم خانم کف ندف کنن. ببین سیامک ما بهت رأی ندادیم که تو بری دنبال کار خودتو. آخر هفته فقط بیای پولتو بگیری. اینجوری نمیشه. راست میگه حق با شماست. بعد یه کاری کرد. یه خسرو دیگه داره شورشو در میاره. بعد حقشو گذاشت کف دستش. ولی آخه چه جوری؟ عمرن دیگه خسرو این برا پیداش بشه. من یه نقشه دارم. بردستو به نادر میگم به همه تو میگم. الان هم نگران نباشی. بری رسا راحت کنی. بری. ای بابا. Thank you.
آقا سیاه. چطوری آقا سیاه؟ بابا خسرو خان چه اجازه سراخی زدی بیرون؟ اومدم دنبال اون امانتی. کدوم امانتی؟ همون امانتی که از پرویز جون بالا کشیدی. متوجه منظور نمیشم. هم پولا اگه منظورت اون پولاست که باید خدمت رو عرض کنم که اون پولا ماله بچه هاست عمرم بذارم دست رو برسر. ببین قربونت برم، دو حالت داره. یه حالتش اینه که پولا رو میدی و ما میریم رد کارمون. یه حالتش اینه که به هر حال با زور ازت میگیرم. آه. حالا بحث زورکیش. حالا بحث کشنش یه مجبوریم که زورکی پولا رو ازت بگیرم. برش کن بینم، برش کن بینم. با کی با کی طرفی ها؟ آقا خسرو بالا رو ببین. ایول داشتی ها عجب نقشه ریختی. حسایی بچه حالش موردن سر جاش. طفلکی باورش شده اون پولا رو. خب اگه نیست یعنی چی؟ یعنی راجب اون پولای پرویز خان که صحبت میکردی همش واقعیت داشت؟ خب معلوم واقعیت داره، شک داری؟ ای چهر؟ ای بچه جون تو فکر میکنی هر هفته این پولا رو ما برمیداشتیم میرفتیم خونه پرویز خان میکردیم تو حلق پرویز خان خدا بیامرز اون پولا رو چیکار میکرد؟ همه رو میذاشون گاب صندوق دیگه. تو گاب صندوق رو دیدی؟ معلومه که دیدمش. کجا؟ تو انباری. حالا ما هستی چیکار کرد؟ کم کم ازشون رو پرویز خان. عقل کل اینجا بینه شونه اینجاست. ای بابا هیچ عقل نادرم به اینجا قد نمیدار. ای من پرویز خان باز کن گفت الله موزه باش. بیا بیش آسیو رمزشو بلدی؟ آره خدا بیامرز با پرویز قبلان رمزشو بهم گفته. کلید رو بگیرم بگیر آنش. آفرین آقا سیامک، آفرین. تو اینجا چیکار میکنی؟ درست مثل خودت اومدم اینجا دنبال پولا. مگه تو جریان پولا رو میدونی؟ همون 4 سال قبل که اومدم اینجا فهمیدم. الان به بهانه ساخت فیلم برگشتم ایران.
هست. خسرام از آدمای تو بود؟ نه دیگه، من اینقدرام پس فطرت و کثافت نیستم که به خاطر پول عمومو بکشن. پس از اولش هم چشات دنبال اون پول بود؟ منو باشه تو چه فکر میکرد؟ چی؟ فکر کردی من این دختر ساده و ببرو هم که هر دروغ خواستی بلغور کنی و من باور کنم؟ نه آقای زرنگ، من از اون زبلاشم. دستا بالا. نه اسباب بازی را از کجا آوردی؟ به موقعش بهت میگم که اسباب بازی یا نه. تو خودت خوب میدونی من به عنوان تنها وارث عمو صاحب همه این پولام. پس میخوای تمام این پولا رو برداری از کشور خارج ها؟ خودت گفتی رد پولو بگیر و بیا. منم به توصیه تو عمل کردم. بس دیگه، مسخره بازی تمومش کن. ببین آقای زرنگ، من همین الان میتونم زنگ بزنم به پلیس و به جرم ورود غیرقانونی به خونه عمومو سرقت پولا بندازمت گوشه زندون. عاقل باشو بزن به چاک، عین بچه یادم. بریم نادر، از اینجا داره حالم هم میخوره. در ذهن مریم خانم، من دوز نیستم. این پولا مالی یه مش گدای بدبخت. بخواستم اینا رو به صاحباشون برسونم. همین، یادت باشه این پولا به هیچ کی وفا نمیکنه. خیلی خوب، راجبش فکر میکنم. بیرون بریم. چشم خسیا، بیرون بیرون. نادر شونم، تو برو خونه بشه بچه، من خودم. مریم خانوم، بفرمایید. سلام، حالت خوبه؟ سلام. هنوزم از دستم دلخوری؟ بی خیال، چه فرق میکنه؟ نادر برو تو. تو برای چی اینقدر پر کردی آخه؟ اینجا چرا اینقدر کثیفه؟ یه جوریه. ببینیم بیرون باهات کار دارم. بیا بیا نیامک، اومدم که دوباره شروع کنم. چی میخوای دوباره شروع کنی ها؟ از بچه ها چه خبر؟ چه فرق واسه تو میکنه؟ گروه از هم پاچید، همه رفتن سی خودشون. صاحب خونه هم اومد خونه رو پس کرد. خب اینجا رو بکنم، معلوم نیست میخواد چیکار کنه. میتونی بچه رو جمع کنی؟ که چی بشه؟ تو مگه اون پولا رو نمیخواستی ها؟ همین پولا رو برداشتی رفتی، حق همه بچه ها رو برداشتی رفتی، دیگه از جون ما چی میخوای؟ بس چی اینقدر زود جوش میاری حالا؟ من که حرفی نزدم، فقط ازت پرسیدم میتونی بچه رو دارم جمع کنی یا نه؟ چی؟ میخوای انجمن گدایی دیگه راه بندازی؟ نه بابا، این دفعه میخوام یه کارگاه بزرگ را بندازم، یه کارگاه که واسه همه بچه ها کار توش باشه. اینم یه فیلم دیگه است؟ ای بابا، فیلم کدومه؟ باور کن دارم جدی میگم. با پولایی که از عمون به مرس رسید یه کارگاه را انداختم. البته دروغ چرا، وامم گرفتم. خب ولی خب ترجیح میدم همه با هم کار کنیم دیگه، گدای مدایی را هم جمع کنیم بریم پیکارش. جوابمو ندادی. موافقی؟ آره.
مطمئنی کلکی توش نیست؟ نه با دیفنه مگه بریم.